ساعدی و نربندیان و اینا بودن، من اتفاقا از دانشکده که اومدم بیرون، رسالم تأثیر تئاتر پوچی در تئاتر ایران هست، اولین رساله یا شاید اولین کتابیه که تو این زمینه کتاب نشده، اولین رسالهیه که تو این زمینه نوشته شده. منابع من منابع مارتین استین بود و یه عده دیگه که کارشون این بود. از همونجا که رسالمو نوشتم، قلم اون رساله هم قلم همین قلم منه و معقول است. اون موقع فقط یه نفر بود که ادای فرنگی ها رو در می آورد، همین نلبندیان بود. فرسی هم یکی دو تا کار کرده بود تو این مایه ها، ولی بر اساس اون بنیادی که من تو رسالم داشتم، هیچ کدوم اینا تئاتر پوچی و معنا نبود، این یه اداب و اصولی بود. این گذشت. بعد دیگه نمایشنامه دانشجویی که اومده بودن از زیر دست ما بیرون می نوشتن، مثلا قادری بود، چرمشیر بود، این که حالا تو اروپا پرجی سیار سرکویی بود که روزنامه رو در می آورد، مجله رو در می آورد، اینا می نوشتن. ولی اینا به همون روال متداول و معمول می نوشتن. ولی از چند سال پیش یه مقدار خوب ترجمه شد، کار اومد از بکت و دیگرون. این موج نو اروپا یه مقدار خودش رسون به اینجا، منتها بی پایه، و جوونا الان هم هنوز این بیماری هست که من همش با اینا دعوا داشتم که شما ای کاش یه وقت فرصت باشه، من اینقدر مطلب دارم که نمایشنامه رو خوندم، زیر تمامش من معمولا اونی که دق به دلم کرده نوشتم، بعد و بیرا هم بهشون رو گفتم و سخت تاختم بهشون، که میگم اون بچه‌ای که از بلوچستان اومده، اونی که تو حتی تو این تهران هیچ حرفی دردی هیچی نداری که ور میداری عجق و عجق مینویسی. شاید براتون گفتم مثلا بعضی از این کارا رو، مثلا یکیشون حملتو نوشته بود، بعد خودش چکمه پوشیده، یه لباس عجق و عجقی هم پوشیده، نشسته داره قوطی خیارشو رو باز میکنه. اوفلیام یه چیز ماهی، آکواریوم ماهی هست، اوفلیام یه عینک دودی زده و سرش تو چیز ماهیه، تو آکواریوم ماهیه. بعد حملت داره در این باز میکنه، میگه باز کردن در این قوطی خیارشور چقدر سخته، گرفتار چه گندی شدیم، تو گوه افتادیم، گوه رو هم گوه نوشته. از این بدتر اینه که بخوای حملت هم بازی کنی. میگم آقای محترم، حرف قطع بود که تو اتفاقا برای من مراسم گرفته بودن توی آقای این که مراسم میگیره مجله بخارا، آقای دهباشی، من یه سخنرانی درباره نمایشنامه نویسی کردم، اتفاقا چند بخش از صحبتهای این چنینی رو اونجا نقل کردم که این یه بیماری افتاده به جون اینا که بی سواد، اما حتی گور نوشم
ایجاد میگه ما تو گوخ میگه آها و ما تو گوخ دارید میغلطیم، که میگم آقا تو گوخ من مقصودشون اینه که تو گوه میغلطن، اما حتی بلد نیستن گوه رو بنویسن، اون وقت میان حمله بنویسن. خیلی خیلی زیاد. اما میگم همش من بیزار بودم سر کلاس. منم تا اون موقع که من درس میدادم هنوز این بیماری نیومده بود، ولی این بیماری ناگهان اومد. بعد این دکه‌هایی که درست کردم بالا خونه ها، من یه مثالی زدم تو شکایتی که کردم برای نمایشنامه‌ام، نوشتم که یکی از من پرسید که نمایشنامه ها دنیای نمایشنامه امروز چجوره. گفتم با این سوال من به یاد میدان سید اسماعیل افتادم. میدان سید اسماعیل جایی است که همه جور جنسی وجود داره، از میختویله، نعل شتر، شاخ گاو، نمیدونم و از این مزخرفات و هر چی که بخوای اونجا میبینی. میگم نعل شتر هستن. میگم که الان تئاتر ما منهای چند تا استثناء اون چه که عرضه میشه توش این چیزه میدون سید اسماعیلی. حالا یه عده‌ام زیرکان و تیزدستان و زرنگا رفتن هتلای بالا شهر رو تو سالونای هتل بالا شهر میبرن، نمایشنامه‌های خارجی سطح بالا رو میگیرن و برای پول هنگفتم میگیرن و به هر حال اینا هم رفتن اونجا تجارت خودشون میکنن و تئاتر ما شده اینجوری. و من نگرانم که فردا کف سیالان سالن شیبدار مال اونجا رو شیبشو بگیرن، صندلی گرد بذارن و پذیرایی از آقایون، و در این حال نمایشنامه های خارجی هم با روح به شکل روحوزی و اینا در بیارن و اینم تئاتر ما بالای شهرمون، اینم تئاتر پایین شهرمون. ولی این دفعه برای من 260 تا نمایشنامه مال تئاتر فرج رو دادن و من حیرت کردم و اسم نداشتن اینا و فکر نمی کنمم که اونایی که من تقریبا 110 تا کار قابل قبول تو اینا دیدم از 260 تا، و از این 110 تا شاید 50 تاش کار خوب قابل اجرا. و اولین باری بود که من نمایشنامه دیدم، یعنی نمایشنامه خوندم برای داوری و یه تحولی دیدم. من یه تحول مثبتی تو این مجموعه عظیم 260 که اومده بود، شاید یکی یا دو تا عجق وجق بود مثل این مدرنا، ولی بقیه دردشناس و صاحب حرف و صاحب درد بودن و کار درست، نمایشنامه‌ای که قابل اجراست. و برای من خیلی خیلی امید بخش و جالب بود. میدونم که اینا کلاس نیدن، اگه اینا کلاس میدیدن خراب میشدن با این معلم ها.